اتفاقی که در این نمایشگاه افتاد حضور چهره ها و ستارگان نامآشنای رادیو ملی ایران مثل استاد امین‌الله رشیدی یا بانو پروین در این نمایشگاه بود و همچنین نسل جوانی که از طریق این نمایشگاه توانستن با گذشته تاریخی خودشون پیوند تازه‌ای پیدا کنن. استقبال گرم و پرشوری از شما میکنه. خب آقای گلپایگانی چی میخواید برای ما بخونید؟ اسناد مستور، عکس های مخدوش و صداهای مفقود بزرگترین چالش برگزاری نمایشگاه بود که با استفاده از آرشیو خصوصی و شخصی دوستان این امکان فراهم شد که این نمایشگاه برگزار بشه. گلپایگانی نگفتین چی میخواین بخونین؟ بنده به مناسبت امروز چند بد از یک غزل عارف رو انتخاب میکنم که اگر اجازه فرمایید بخونم بعد. خواهش میکنیم بفرمایید.